درود به شما دنبال کنندگان و همراهان گرامی یونیکا، با یه برنامه دیگه در خدمتون هستیم و میخوایم گزارشاتی که تو چند روز اخیر در خصوص استراتژی جدید جمهوری اسلامی، در حقیقت یک استراتژی قدیمی که دوباره روی میز آورده شده و اون چیزی نیست، اگر بخوایم خیلی خلاصه راجبش توضیح بدیم، نرمش قهرمانانه یا استراتژی آنجور دیگر عمل کردن جمهوری اسلامی رو با حامد عزیز بررسی کنیم. حامد عزیز، مرسی از اینکه اومدی و یه برنامه دیگه میتونیم در خدمت باشیم تا اتفاقات و رویدادهای روز رو با هم دیگه بررسی بکنیم. درود شروین، درود به شنونده ها و همینطور بیننده های یونیکا. حامد جان، من اجازه بده خیلی کلی یه توضیح کلی بدم، بعد میخوایم به صورت خاص در مورد یک گزارشی صحبت بکنیم که خودت امروز روش کار کردی. منظورم در حقیقت گزارش فاینانشیال تایمز هست در خصوص مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی که جمهوری اسلامی با آمریکا در حال مذاکره هست و می‌بینیم که دیپلمات‌های آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سطح کلان، یعنی در سطح بالا، گویا با هم دیگه دیدارهایی داشتن. حامد جان، وقتی نگاه می‌کنیم به ایران نه به مفهوم در حقیقت اون ایرانی که ما میشناسیم، منظورمون دولتی که در حال حاضر بر مسند قدرت نشسته، منظور جمهوری اسلامی هست و هممون تفاوت‌های بین ایران و جمهوری اسلامی رو مسلماً می‌دونیم. ما در مورد حکومتی که در حال حاضر بر مسند قدرت هست و چالش‌هایی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه قرار صحبت بکنیم. اگر بخوایم خیلی کلی به چالش‌های جمهوری اسلامی نگاه کنیم، تو دو تا حوزه می‌تونیم این چالش ها رو مورد بررسی قرار بدیم: حوزه خارجی و حوزه داخلی. تو حوزه خارجی، جمهوری اسلامی با دو تا موضوع بزرگ دست و پنجه نرم میکنه: یک، مسئله تحریم هاست، و دو، موضوع هسته‌ای. در داخل هم میبینیم که جمهوری اسلامی با اعتراضات گسترده و سراسری روبرو هست و دست و پنجه نرم میکنه. از دست کم 8 ماه و نیم گذشته روز به روز ما شاهد این هستیم، یعنی هر روز شاهد این هستیم که اعتراضات رو در کف خیابون‌های کشور می‌بینیم. گاهی وقتا شبیه موج سینوسی این اعتراضات بالاتر رفته و گاهی وقتا پایین اومده. در هر صورت در یک فرایند انقلابی اینها یک چیز طبیعیه. از سمت دیگه جمهوری اسلامی با یک ابرچالشی به نام فروپاشی اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. حامد جان، اگر بخوایم خیلی کلی به این مسائل نگاه کنیم، آیا سیاستی که جمهوری اسلامی جدیداً در پیش گرفته برای دست کم دور زدن این بحران ها و چالش هاست یا عبور از این چالش هاست؟ چون قاعدتاً جمهوری اسلامی میدونه که همزمان نمیتونه در همه این حوزه ها بجنگه. امیر طاهری دیروز یک مقاله‌ای در شرق الاوسط نوشت که ما در یونیکا منتشر کردیم با عنوان اصلی این که جمهوری اسلامی در حقیقت بار دیگه سیاست نرمش قهرمانانه رو در پیش گرفته و اشاره میکنه به سخنرانی اخیر سید علی خامنه ای در مورد تقیه و اونجا بررسی میکنه که این مفهومی که علی خامنه ای جدیداً از تقیه ارائه داده، یعنی وقتی برخورد میکنیم به یک صخره ای نباید سرمون رو بکوبیم به اون صخره، بلکه باید راهی پیدا کنیم و اون رو دور بزنیم، رو در این چارچوب میبینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که همزمان نمیتونه در همه حوزه ها بجنگه و مجبور آن روی دیگر سکه خودش رو نشون بده، یعنی جایی که خودش رو در خطر میبینه، موجودیت خودش رو در خطر میبینه، حاضر به نرمش و حاضر به انعطاف بشه. اما چون دوست دارم کلی به این موضوع نگاه کنی تا بعدش بریم سراغ گزارش فاینانشیال تایمز. همونطور که اشاره کردی، نه در مقاله آقای طاهری هم اومده، بحث یک نرمش قهرمانانه دیگه است. یعنی در واقع خیلی چیزهایی که خامنه ای حرف میزنه یا دنبالشه جدید نیست. او در این مقطع دوباره مجبور شده فرم یک نرمش رو بگیره. بعد از تظاهرات سنگین، بحث اصلاح حکمرانی خیلی جدیتر از قبل مطرح شد. اما سوال اینجاست که حکومت آیا این ابزار رو داره یا نه؟ خیلی سریع بریم سراغ سال 88.
بعد از تظاهرات حکومت وارد یک سیکل تکراری شد. هر بار به بحران خورد، کف خیابون شلوغ شد، یک بسته ای رو آورد، حالا به اسم مثلا حسن روحانی، ظریف، جریان اصلاح طلب شیفت میکرد تا منتهی به برجام. الان یک اتفاقی افتاده، حکومت در تمام این 30 و اندی سال که از اصلاحات میگذره، هر بار که به بحران میخورد بخشی از قدرت رو واگذار میکرد به اصلاح طلب ها، کار رو براش در میآوردن، بحران رو تا حدودی با جمع کردن رأی و یک سری فوتوفن هایی که مخصوص خود جریان اصلاح طلبه، حکومت رو از تنگناها نجات میدادن. بعد از سال 96 و اعتراضات دیماهش یک اتفاقی افتاد، مردم اصلاح طلب ها رو بایکوت کردن، پای صندوق نرفتن. اینها نمادها و نشانه هاش بود. حکومت با یک چالش بسیار بزرگ روبرو شد، این که در بزنگاه ها بحران شیفت نداره به آیتم بعدی، یعنی حکومت تک گزینه ای شد. همین ابزارها هم روز به روز با تحریم ها، با نامشروع شدن تر نامشروعیت تر شدن رژیم، فشارهای محیطی منطقه‌ای، ابزارهاش هم یکی پس از دیگری کم و کم و کمتر شد. الان به نقطه‌ای رسیده که اصلا دیگه صحبت از اصلاحات و حالا بریم ببینیم در انتخابات مجلس چه میشه و لیست امید بدیم یا پکیج هایی که اصلاح طلبا میدن عملا هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مردم تصمیم خودش رو گرفتن. شما تاکید کردید آن کار دیگر از خامنه ای ساخته نیست، به خاطر اینکه اساسا بخشی از اتفاقاتی هم که داره میفته به باور بنده از خود اختیارات خامنه‌ای هم خارجه. منظورم اتفاقات منطقه‌ای هم نیست، اتفاقات بین‌المللی هم نیستش که کلاً از دست خامنه‌ای خارجه، حتی اتفاقاتی که داخل ایران میفته. این تنازعات رو کجا میتونیم ببینیم؟ در یک دوره‌ای به محض اینکه صحبت از این میشد که یکی از مقامات آمریکایی یواشکی با یکی از این آمریکایی، یکی از مقامات جمهوری اسلامی با این آمریکایی‌ها دیدار کرده، کفن پوشان می‌ریختند و صحبت از نفوذ می‌کردند و به ظریف میگفتن خیانت داری میکنی و با برجام میخوای چه کنی و چه. امروز تیم حسین امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی که خودشون برآمده از سپاه و دستگاه های امنیتی و اصولگراها هستن، میرن با آمریکا مذاکره میکنن، با چراغ سبز خامنه‌ای هیچ کس هم در خیابان نمیاد. یعنی هر کسی رو بذاریم تو دستگاه خارجی جمهوری اسلامی، هر کسی رو بذاریم رأس این دولت، حتی اگر کسی مثل ابراهیم رئیسی هم باشه، به نقطه ای میرسه که روحانی رسید، ظریف رسید. یعنی باید با غرب کنار اومد. یک اتفاق این واسه جان در خصوص، میخوام یه پرانتز باز کنم همینجا که هستی، چون این موضوع مهمیه. ما روز گذشته شاهد بودیم که ظریف میاد و اعتراض میکنه و میگه که رهبران خسارت میزنند ولی ما را خائن و سازشکار میخوانند، و به تقریبا میشه گفت خطابه آخر خامنه‌ای ایراد میگیره که چرا همه مشکلات رو میندازه گردن ماها. میدونیم که این رسم خامنه‌ای، کلن خامنه‌ای این مدلی، رفتارش این مدلیه، یعنی عادت داره همه مشکلات رو، اگر هر اتفاقی خوب بشه که به نام خودشه، اگر به مشکلی برخورد بکنن عادت داره که بندازه گردن دیگران. این رو چجوری میشه تعبیر کرد، اینکه الان ظریف میاد این مدلی حرف میزنه؟ ظریف اعتراض کرده به خاطر اینکه در آخرین روزی که به عنوان وزیر خارجه سخنرانی کرد، در مجلس یک خطابه ای رو خوند، خطابه اعتراضی بود. گفت ما حتی آمریکا رو راضی کردیم سپاه و فهرست تروریست‌ها در بیاره، بخشی از تحریم‌ها رو برداره، از بالا موافقت نکردند. این آخرین صحبت ظریف بود، تقریبا هم سکوت کرد. تا به امروز جمهوری اسلامی الان داره چه کار می‌کنه؟ بیایید مرور کنیم خبرها رو شروین. درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول، اتفاقی که در دولت روحانی میافتاد برای برای جبران کمبود بودجه، برجسته شدن نقش دولت‌های میانجی مثل عمان و کویت و قطر برای دیدارهای پشت پرده و اینها، مبادله گروگان‌ها، دیدارهای رابرت مالی با سعید ایروانی که فاینانشال تایمز گزارشش داد، بارها گفته اینها دیدار کردند. تمام اینها ابزاری است که جمهوری اسلامی در دوره برجام امتحان کرده بود، منتهی شده بود به این زد و بندها. یک اتفاقی میافتاد، همه این اتفاقات که الان صحبتشو کردیم در یک دوره پشت پرده میموند. الان همین که این اطلاعات در رسانه‌ها افشا میشه یعنی بی اثر شده. در واقع ابزارهای جمهوری اسلامی برای زد و بند پنهان با دولت اوباما الان هم استفاده میشه اما بی اثر شده. کجا میتونیم بفهمیم؟ اگر خاطرت باشه اون موقع تا صحبتی از میشد که جمهوری اسلامی نماینده‌هاش گوشه و کنار منطقه با آمریکا دیدار کردند، شنبه یک شنبه قیمت دلار سرازیر میشد، یورو ارزون میشد، گشایش میشد، صحبت میشد، خودش رو در جامعه نشون میداد.
الان دیگه اون اتفاقات نمیفته، نشون میده بازار که یک معرکه طبیعی است دیگه سرش کلاه نمیره. حامد جان یه موضوع دیگه هم، الان یه قطار رفت و برگشت هم میبینیم، حالا این قطار اصطلاحه، میبینیم که پادشاه عمان میره میاد، بعد هفته بعد قرار وزیر امور خارجه عربستان بره، و این سطح کلان، حالا اشاره کردی به دیدارهای رابرت مالی با سعید روانی، واقعا دیگه هیچی رو هم کتمان نمی کنن، همه چی عیان، مشخصه که چقدر جمهوری اسلامی تحت فشاره و اصلا دیگه براش هم مهم نیست که چه اتفاقی داره میفته. تا جایی که من یادمه در گذشته سعی میکردن همه اینها رو پنهان بکنن و دور از چشم دیگران، دیگران منظورم مردم ایران هست، بخوان اون کارهایی رو انجام بدن تا خودشون رو نجات بدن، ولی در حقیقت الان دارن رو بازی میکنن. یعنی در این حد همه چی اومده توی سطح و ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی نهایت تلاش خودش رو داره میکنه که از این وضعیتی که توش قرار گرفته نجات پیدا کنه. این رو هم در نظر بگیر حامد جان، داریم به تابستون نزدیک میشیم و تو تابستون اتفاقات خاص داریم، به طور ویژه و خاص آخر تابستون ما دوباره سالگرد، یعنی در حقیقت اتفاقات سال گذشته رو داریم و سال روز قتل جاویدنا مهسا امینی رو داریم. مطمئنا مردم برای اون روز برنامه‌ریزی خواهند کرد. البته پیش از اون من با یادآوری بکنم که مرداد ماه رو هم داریم که همیشه آبستن حوادث دیگه ای بوده، از نوعی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اون رو دوست نداره. الان اقتصاددانان و متفکرین جمهوری اسلامی گفتن برای اینکه جیبتون رو یه مقداری پر کنید نیاز دارید به چند تا کار، رابطه و مراوده با این کشورهای دور و بر تا میتونید ارز وارد بکنید یا دست کم کالا و چیزهایی که مردم نیاز دارن. پکیج های بعدی که به اینا گفته اصلاح نظام مالیاتیه، دست بزنن روش کسبه و بازار میان بیرون. خب چون اساسا اینا کارشون کساد فروش نداشتن که بخوان مالیات بیشتری رو بدن. نظام مالیاتی ایران مشکل داره، باید اصلاح بشه، اما الان جمهوری اسلامی نمیتونه. مسئله بعد تامین منابع از بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل، دست روش بذارن دوباره یه اتفاق دیگه میفته. برای همین اخیرا بنزین رو نرم آهسته هر جوری که میتونن به هر سیاستی 3-4 نرخیش کردن و از این جور چیزا، ولی میدونن اگه بخوان رسما این کار رو انجام بدن و عملا به سودشون باشه دوچار همون تنگناهایی میشن که در گذشته اتفاق افتاده. نظام با یک سیکل تکراری روبرو شده، با این توصیه، با این در واقع یادآوری که قبلا کمکشون اصلاح طلب ها بوده، الان اون جریان هم از زمین خارج شده، در واقع مردم ماندند و حکومت. در این نظام، در این وضعیت دو قطبی یا راهی ندارند جز اینکه تغییر بکنند و حکومتی بشوند که مردم میخواهند، که اصلا از دست جمهوری اسلامی بر نمیاد و اگر هم همین امروز تصمیم بگیرن مردم اینها رو باور نمیکنند، چون روایت های جمهوری اسلامی رو باور نمیکنند و رفتند. من دومیه رو احساس میکنم حکومت واردش شده و فقط و فقط دارن تلاش میکنن، اون باندها، باندهایی که زبلتر و رندتر از بقیه اون ارزشی هایی که در رو بالاترین ردا مثل خود خامنه ای، میگم بذار تا میتونیم از این دم و دستگاه و سفره یک چیزی جمع کنیم و فرار کنیم و بریم. و هر کاری هم که میکنن برای تاخیر انداختن اون روز موعود که بهش اشاره کردی، مردم کار رو تموم میکنن و میان کف خیابون. اینها رویا نیست. قذافی هم همین جوری بود. چربین در هفته های آخر قبل از اینکه قضیه بنغازی پیش بیاد و با موشک های سنگین تظاهرات رو بزنه، با برلوسکونی دیدار میکرد به خاطر اینکه مهاجرا رو جلوشون رو بگیره که از مدیترانه رد نشند و به ایتالیا بیان. پول کلانی گرفت از ایتالیایی ها. با ساراکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه زد و بند میکرد، پول های سنگینی خرج کرد که ساراکوزی در کارزار انتخاباتیش خرج کنه. حتی زمانی که کف خیابون‌های لیبی مردم رو سرکوب می‌کردند، رفتن از رهبران غرب خواستن در مقابل آدمکشی قذافی موضع بگیره. برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا انقدر باهاش رفیق بود گفت بذاریم سرهنگ کارش رو بکنه ببینیم به کجا میرسه. تا جایی رسید که خود فرانسه پیش قدم شد برای عملیات نظامی. ما نمیگیم شبیه این الگو داره اتفاق می‌افته، اما دیکتاتورهایی در منطقه بودند که چند هفته قبل از اینی که مردم به جانشون بیفتند یا سقوط بکنند داشتن قراردادهای بین المللی نفتی میبستند، قراردادهای تجاری امضا میکردند، باشگاهداری میکرد پسرای قذافی. هیچ اثری الان ازش نمونده جز خاطره و یک برچسب دیکتاتوری که سقوط کرده.
بنابراین علی خامنه‌ای اتفاقا اینها رو خوب میفهمه. فقط ترس اونها از مردمه، از جنگ استقبال میکنن، همچنان که در مورد طالبان و آذربایجان اصلا جمهوری اسلامی براش جنگ نعمته. آنها از یک چیز میترسند، از موی زیبای دختران ایرانی، از جنتلمنی پسرهای ایرانی، از همون چیزی که مانوک خدابخشیان میگفت نسل شیک پاسارگادی. هیچ چیزی به اندازه اینها جمهوری اسلامی رو به خطر نمیاندازه. چرا؟ چون ذاتاً سرداران سپاه، اونهایی که ماشین سرکوب رو پیش میبرن شهادت طلبن، عاشق اینن که مثل حجاجی برند و از بین برند و تلف شن. اونها یک جایی تلف شدن براشون بی‌معنا میشه، ولی مسئولیت رو به گردن خودشون میبینن. اونجا کجاست؟ جایی که باید مردم رو بکشن. اینا عاشق اینن که برن جنگ، دشمن و فرضی خودشون رو از بین ببرن یا از بین برن شهید شن و به آرزوشون برسن. یک جایی هستش که این ایدئولوژی شهادت طلبی که اصلا اساس بقای حکومت در این 44 ساله کار نمیکنه. اونم جلوی مردمه. چه وقتی؟ وقتی که مردم کف خیابون باشن. بله، اونها در عرض 6 ماه 1500 نفر، در عرض 2 هفته سال 98 1500 نفر و در عرض 6 ماه این دوره 500 نفر رو کشتن. اما یک اتفاقی افتاده، این حکومت انقدر سلاخه که پتانسیل داره که روزی 1500 نفر رو بکشه، اما وقتی نمیتواند این کار رو بکند، یک جای کار ایراده. اون ایرادیه که مردم متوجه شدن. هر چقدر هم جمهوری اسلامی بخواد مردم کشی بکنه، داخل سیستم ماشین سرکوب یک جایی هستش که لنگ میشه، متوقف میشه. دیگه مگه میشه هر کسی رو که تو خیابون داره یه گوشه‌ای برای خودش میرخصه، روسری سرش نیست، زندگی خودش رو میکنه به سین و جیم بکشن یا پدرش رو در بیارن؟ اینجا جایی که جمهوری اسلامی دچار ضعف میشه. حامد جان، حالا این داخل پرانتز من میخوام یه چیزی بگم. موضوع در خصوص این که در نهایت این مردم ایران هستند که کار رو باید تموم بکنن خیلی مهمه. من همینجا میخوام اشاره بکنم به سیاستی که دولت مردان غربی، خصوصا اروپایی ها و آمریکایی ها در پیش گرفتن. میبینیم که به محضی که یه خورده این تب اعتراضات پایین میاد، اونها به فکر دوباره رایزنی و نمیدونم ارتباط گرفتن با جمهوری اسلامی و معامله و معاشقه میفتن. میخوام ببینم چرا این اتفاق میفته و آیا تو هم مثل من به این فکر میکنی که هیچ امیدی نمیشه به غربی ها خصوصا اروپا یا بست یا نه، یا این نظر شخصی منه؟ چرا این زمانی که یک حکومتی رو تحریم میکنن غربی ها، بحثشون این نیستش که براندازی بکنن، فقط اهرم فشاریه که اون حکومت جنسی رو، کالایی رو یا هر خدماتی رو که قرار از این غربی ها با ایکس مقدار بگیره، ایکس به علاوه ایگرگ مقدار بگیره. حالا هر چقدر تو این فاصله به حکومت بیشتر فشار بیاد، ضریب اون ایگرگ میره بالاتر. در واقع جنسی رو که فرض کنیم با 5 یورو وارد میکنن، زمانی که تحریم ها اضافه تر میشه، میشه 50 یورو. حالا هر چقدر که حکومت مرکزی، حکومتی که نامشروع تره، ضعیف تر بشه، اون جنس اولیه که 5 یورو بود، زمانی که تحت فشار قرار میگیره گرونتر بهش میدن، نفع بیشتری رو میبره. به خاطر اینکه کانالهای تحریم ها وقتی بسته بشه، دلالها این وسط یه چیزی میکشن روش، خود شرکت وارد کننده، شرکت صادر کننده، مافیای سپاه، هر کدوم میان از جیب مردم یه پول رو برمیدارن، سودش تو جیب کی میره؟ تو جیب اون تولید کننده اولی. هر چقدر حکومت نامشروع تر بشه، تحریم ها بیشتر میشه، عرصه رو برش تنگ تر میکنن. چه اتفاقی میفته؟ هیچ. عشق و اشتیاقش بیشتر میشه، هر کسی بخواد یه جنس 5 یوروییشو 500 یورو به اینها غالب بکنه. این وسط انبا و اقسام فسادها و بخور بخورام ایجاد میشه. مسئله اینجاست که دولت‌های غربی این بازی رو خوب فهمیدن، فشار به جمهوری اسلامی زیاد میکنن، خدماتو به خاطر تحریم‌ها سنگین‌تر بهش میدن، سود بیشتری کسب میکنن. دودش تو چشم کی میره؟ حکومت که آسیب نمیبینه. در واقع آدم‌های داخل حکومت آسیب نمیبینن، به خاطر اینکه اونا هر جوری هست پولشون رو در میارن، خرج تروریستاشون هم میکنن. این وسط نادیده گرفتن تحریم ها باعث میشه بخشی از حکومت واکسینه بشه، پدر مردم در میاد. خیانتی که دولت بایدن به مردم ایران کرد، ایزن دولت های اروپایی، نادیده گرفتن تحریم هاست. دمار از روزگار مردم در میاد، تاجر از می میره، قیمت ها گرون میشه، محدودیت ها زیاد میشه، خدمات رو چند برابر به مردم میدن، اما از اون بر میبینیم که شرکت ها همینجوری دارن کار میکنن. یک موضوع دیگه رو من میخوام مطرح بکنم. در حقیقت میخوایم برگردیم سر گزارشی که فاینانشیال تایمز منتشر کرد.
اول در درجه اول دوست دارم که خیلی ساده تو یک یا دو جمله توضیح بدی که لپ کلام این گزارش چی هست، و یک چیز دیگه هم که دیدم بهش نگاه کردی توی اون گزارش کوتاهی که خودت داشتی، نویسنده این گزارش هست. میخوام راجع به این دوتا موضوع صحبت کنیم، بعد بریم سراغ یک نگاه کلیتر با جزئیات، البته اگر بخوایم بهش وارد بشیم، چون گزارشی که من دیدم جزئیات زیاد جدیدی رو به ما ارائه نمیده، فقط داره میگه که این دیدارها بیشتر و بیشتر داره میشه، چیزی نیست که ما از گذشته ندونیم، و بیایم به این بپردازیم که آیا این در حقیقت میتونه باعث نگرانی مردمی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن بشه یا نه. ابتدای گزارش مسائلی رو مطرح کرده که همونطور که اشاره کردی جدید نبود. آخر گزارش از نظر بنده خیلی امیدوار کننده است. چرا؟ فاینانشال تایمز یک روزنامه است که همیشه تو تیم ظریف بازی کرده. در واقع پنجره‌ای بوده برای تیم ظریف، چه نویسنده‌های داخلیش چه خارجیش. نجم بزرگمهر همون کسی است که تبلیغ می‌کرد مردم زیادی میلیونی اومدن برای مرگ قاسم کشته شدن قاسم سلیمانی مراسم تشییع جنازه‌اش. یه دونه از همون مثل فرناز فصیحی و سایرین نگار مرتضوی در همون تیم هم هستش. اتفاقا خود این روزنامه وقتی گزارش رو منتشر میکنه میبره پشت پیبا، میدونی که اینا پولیه، ولی وقتی که گزارش راجع به موضوع ایران مطرح میکنه رپورتاجی میشه که باز میشه و هر کسی میتونه تا مدت‌های طولانی بخونه. گزارش خلاصش اینجاست: جمهوری اسلامی داره میرسه به بمب اتم، حالا که نمیشه کاریش کرد بیایم باهاش معامله کنیم. قبلا اینجور بود که خیلی اصرار میکرد بیایم معامله کنیم در گزارش‌های قبلی که نجم بزرگمهر مینوشت یا امثال او، اما این بار یه اتفاقی افتاده، کار انقدر برای جمهوری اسلامی خرابه که حتی این نویسنده هایی هم که این سو هستند و واقعیت رو قلب می‌کردن به نفع جمهوری اسلامی، تهش به نقل از چند کارشناس دیگه این نوشتن شرایط انقدر سخت شده که امکان احیای برجام وجود نداره. این نکته مثبتش بود. خودشون گفتن در بهترین حالات حتی توافق موقت هم نه، فقط بشه به صورت موقت جوری صحبت کرد که از تنش‌ها شدتش کم بشه یا بیشتر از این بحرانی نشه. اشاره کرده حالا که جمهوری اسلامی داره تن به معامله پشت پرده میده و زندانی‌ها رو مبادله میکنه و گروگان‌ها رو بده بستون میکنه، بیایم از این فرصت استفاده کنیم تنش‌ها رو کم بکنیم. اما از همونجا دوباره یک کارشناس دیگه نوشته نه، این وضعیت ممکن نیستش. در واقع اون بخشی از سیستم که ظریف باهاشون کار میکرد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو پیش میبرد، اونها هم الان دارن میگن که کاری از دست حکومت بر نمیاد. و اتفاقا هم همینطوره. اینا متکی بودن به اینکه آژانس گزارش رو که اخیراً منتشر کرده رو خیلی تبلیغ بکنن که دستاورد مهمی بوده. نه، اینجوری نیستش. رافائل گروسی مستقیم گفته ما در دو مسئله حل مشکلمون حل شده با جمهوری اسلامی، مسائل خیلی مهمتر از اینها مونده. میزان اورانیوم های ذخیره شده 23 برابر میزانی که تو برجام بوده. 60% اورانیوم 60% میزانش رسیده به 40 کیلو. در همون گزارشی رو که رافائل گروسی داده به شورای حکام تاکید کرده دو هفته فقط فاصله دارن با تولید مواد لازم برای ایجاد یک انفجار اتمی. هیچ چیزی به نفع جمهوری اسلامی نیست. این فقط گفتن یا واگویه کردن مطالب نیستش، صحبت‌هایی است که در خود رسانه‌های حکومت هم در موردش تذکر دادن به آقای خامنه‌ای، ولی هیچ ابزاری نداره که هیچ کنترل بخشی از ماجرا هم در اومده. جان کربی گفت ما دوست داریم که مذاکره بکنیم، علنی گفت دوست داریم توافق بکنیم، متا اختلاف درون حکومت زیاده. یک دو روسیه نمیذاره، اون باندی از سپاه پاسداران که به روسیه متصله اجازه نمیده که برجام احیا بشه، همون باندی که از داخل پهپاد میفرستن برای روسیه و چین. اوکی حامد جان، در حقیقت میخوای بگی شرایط امروز جمهوری اسلامی مثل یک ماشینیه که تو یک بیابون داغ در حال حرکته، رادیاتورش هم سوراخ شده، شما یه برای مثال یه ظرف دبه 20 لیتری آب داری و میتونی دوبار سه بار این موتوری که جوش آورده، ماشینی که جوش آورده رو با اون آب موقتا شما خنک بکنی، یه مقدار راه دیگه بریم. به قول خود شروین از اون آب مجبوری مصرف هم بکنی برای سیر شدن، برای سیراب کردن خودت، یعنی چند منظوره باید استفاده بشه. دقیقاً. و چون نمیتونی رادیاتورت رو تعمیر بکنی و همچنان ترک داره و آب ازش میره و
شما تو یه بیابونی هیچ تعمیرگاه چیز نیست، ماشین این موتور در نهایت میسوزه. و من میخوام اینجوری بگم که چاره ای جز تعویض این رادیاتور برای ما مردم ایران نمونده. تا این رادیاتور رو ما عوض نکنیم، این رژیم رو عوض نکنیم، وضعیت ما ایرانی ها، من در مورد جمهوری اسلامی صحبت نمی کنم، همین خواهد بود. یعنی نمیتونیم دل ببندیم زیاد به غربی ها و نمیتونیم حتی به این مثلا تجدید روابط با کشورهای همسایه‌مون یا مسائل دیگه‌ای که داریم میبینیم، میبینید که موقتاً چند تا زندانی رو آزاد میکنن بعد دوباره برمیگردونن زندان، یا مسائلی از این دست، نمیتونه در حقیقت درمانگر دردهای ما باشه. مثل یک بند زدن به چینیه که ترک خورده. و اگر ما میخوایم که به اون در حقیقت به اون مرحله‌ای که خواسته همه ایرانی ها هست، تغییر رژیم، تغییر رژیم و تغییر رژیم. این برداشت من از حرفاته، نمیدونم درست یا نه. میخوام پایان این گفتگو رو به این جنبندی، یه جنبندی ازت داشته باشم و بدونم که خودت راه حل همه این مشکلاتی که بهش اشاره کردی رو در چه چیزی میبینی؟ استقامت در مبارزه، اون هم سبک جدیدی از مبارزه که ذات مردم هم همینه. ما مردم خشونت طلبی نبودیم، ما مردمی نیستیم که دست به اسلحه ببریم، ما مردمی نیستیم که به صورت چریکی همون کاری که سازمان مجاهدین و مارکسیست اول انقلاب کردن با اون روش مبارزاتی بخوایم پیش بریم. روش جدیدی از مبارزه است. میبینید که جمهوری اسلامی رو چقدر ترسونده، به این خاطر که دیگه اسلحه دست مردم نیست. اسلحه مردم موی مردمه، زیباییشونه، لباسهای شیکشونه، تفریح ساز بچه هاست، موسیقی که کنار خیابون میزنن، خفاش رو با نور از غار میکشن بیرون، نه با رگبار. این رو مردم فهمیدن. مرسی حامد جان، من ازت سپاسگزارم که یه برنامه دیگه با ما بودی. به امید پیروزی و رهایی ایران بهت بدرود میگم و به همه بینندگان و شنوندگانمون هم بدرود میگم. بدرود.